افغانستان در گیرودار صلح طالب و جنگ داعش. در این روزها خبر از جنگ و صلح بیشتر به گوش می رسد. صلح ظاهرا دست نیافتنی تر و جنگ پایان نیافتنی تر. اما حکومت رئیس جمهور غنی هر دو را محک می زند. هم به قدسیت صلح باورمند و هم به ایستادگی و جنگیدن. نبردی که به باور رئیس جمهور در برابر جنگ تحمیلی همچنان ادامه خواهد داشت. جنگ بر افغانستان تحمیل شده و مردم افغانستان و دولت افغانستان مصمم هستیم که هیچ وقت به جنگ تحمیل شده تسلیم نشیم. جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب میدیم بدون از اینکه آرزوی مقدس صلح را فراموش کنیم. اما گپ زدن در مورد جنگ و صلح منتقدان از شمال تا جنوب دارد. صلحی که رئیس جمهور از ادامهش میگوید، فرمانده پلیسش از معامله اش سخن میزند و هشدار همین که به نام صلح در قطر و امارات ما را به پنجابی ها نفروشید. او کچیر از نیک ایوارن پا تک صدقه بلورن کامارات صدقه مرده سوره چه در افغانستان پا کامتی او از مرده وطن در پرکدوی در مرده پر در زر اشاره ده. در جنوب گفتگوی صلح انتقاد پیش آمد و در شمال پیش برد جنگ. پیام عطا محمد نور همین که اگر توجه به جنگ شمال نشد بسیج مردمی شکل خواهد داد. اگر توجه جدی واقعا توجه جدی کردن خوب، در غیر ما مجبور استم که از مردم خود دفاع بکنم، از درزشای خود دفاع بکنم و با مردم خود یک جای بسیج مردمی، دفاع خودی، دفاع مردمی را راه خود انداختم. و این نیاز است و این ضرورت است. حیات ما حیات فرزندم، حیات ملتم، حیات فرزند ملتم، حیات خانوی ملت، زن مرد، زن و مرد ملت. این از ما میخواهد که ما در برابر این حرکت که با سرعت در روان است و در جریان است در برابرش ایستادگی کنیم و خونسرد بکنیم. در کنار گمانه‌زنی های جنگ و صلح افغانستان، پاسداران همچنان به نبرد میپردازند. جنگ کهنه و دشمن نو به نام داعش. اولین برخورد دشمن در نیمی دره کرده. در نیمی دره. در این دره بیاری پروردگار ای بچه های اردوی ملی و پلیس ایتی اگر کم زدن کردن ایده که مثل که پشک در روی خانه راکم شود. با نگاه با وضعیت موجود ظاهرا نه به پایان نتیجه صلح میتوان دل بست و نه هم به پایان جنگ. چند پرسش: جنگ تحمیلی که رئیس جمهور از آن سخن میزند در کجا و توسط چه کسان رهبری میشه؟ آیا مسیر حرکت جنگ و صلح حکومت افغانستان ناکجا آباد است؟ در نهایت مرز میان طالب و داعش کجاست؟ سلام و وقت بخیر. بیننده بر روایت دیگر از سولو نیوز و طلوع با من مسلم شیرزاد هستید. خانم ناید فرید عضو مجلس نمایندگان، آقایان غفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای، جعفر مهدوی استاد دانشگاه، میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت امور داخله با ما هستند. میهمانان گرانقدر، خیلی زیاد خوش آمدید. آقای یارمند، با شما آغاز میکنم. رئیس جمهور میگه که در برابر جنگ تحمیلی میسته، چی میخواد بگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و درود خدمت شما، مهمانان گرامی شما و بیننده های عزیز شما. خدمت عرض شود که اگر رئیس جمهور در برابر جنگ تحمیلی میسته که باید هم بیسته، باید تعاریف دقیقی از دشمن ارائه کنه که موقفش در برابر طالب چیست، در برابر داعش چیست، تا ای که ابهاماتی که در کشور به وجود آمده ای ابهامات از بین برود. در بعضی از سخنهایش که در گذشته گفته بود، خب گفته بود که باید از طالبا پوزش خواسته شود و همین ترتیب سفرهایی که به پاکستان کردن
مطمئن به این شدیم که خب پاکستان حتما در جهت تامین صلح همکاری میکنه. بالاخره نتیجه منفی گرفتیم. این مسائل در مجموع یک نوع بی‌باوری را ایجاد کرده. نظر من این است که در قبال این مسئله رئیس جمهور باید یک تعریف بسیار مدون تحریری همچنان در مطبوعات در رسانه ها نشر شود که ما به کجا می رویم. دمدمی مزاجانه ما در 13 سال حرکت کردیم. یک روز که پاکستانی ها می آمدن امرای ما بسیار با خنده بغل کشی می کردن یا ما را دعوت می کردن. در اوجا قطعه تشریفات برای ما تقدیم می شد و اما تشریفات توان با اغراق و غلو در اوجا صورت می گرفت. ما فکر می کردیم که خب حالا همه چیز حل شده. پاکستان کشوری بسیار عاقل است، بسیار هوشیار است، بسیار زرنگ است. او از اما بعد به تأسیسش تا به اکنون در چوکات یک استراتژی مشخص توان با عقلانیت که چگونه ما را پارچه پارچه کنه تا ای که به ما دست بیافه، چگونه ما را از لحاظ تفکر مضروب و افگار بسازه که او بتانه در بین سیاسیون ما رخ نکنه، چگونه به باوری ها ایجاد کنه، یکی را تعریف پشتون بکنه، یکی را تاجک بکنه، یکی را هزاره بکنه، یکی را ازبک و خزلباش و ایماق و فلان و چنان که در بین ما تفرق ایجاد کنه، چگونه بتانه 22 ملا برای ما در مدارس خود 22 نو ملا تربیه بکنه، چگونه بتانه تعداد احزاب افغانستان 100 و چند حزب بسازه، چگونه روزنامه های ما را برخی روزنامه ها را مدیریت بکنه، چگونه ذهن تجار ما را به طرف خود تغییر بده، چگونه ذهن جامعه مدنی ما را به طرف خود تغییر بده، چگونه بالاخره ذهن دولت مردا و کابینه ما را به طرف خود تغییر بده که ما خداگاه یا ناخداگاه باید منفعت پاکستان در حرف و عمل و گفتار و کردار و پندار خود تضمین کرده باشیم. و اینمی شکل ما را دچار یک حالتی آورده که ما باید در این مرحله تعریف دقیق داشته باشیم که ما به کجا می رویم. آقای یارمند، گهگاه میشه که کسای شفاف هم اگر صحبت نکنن چیزای از گپایشون برداشت کرد، به ویژه افراد مثل شما که سالهای سال در بخش نظامی وزارت داخله کار کردن. رئیس جمهور وقتی که از جنگ تحمیلی گپ میزنه، یعنی جنگ تحمیلی از طرف چه کسی، کدام گروه عاملی تحمیل هستن، چی میخواه بگه؟ ببینید، جنگ تحمیلی خب اینمی جنگ نیابتی است. واضح است که از طرف پاکستان اینمی برنامه بسیار منظم تطبیق شده روان است. ما با صراحت میگم که طالب و داعش اینا افغان نیست. اگر اینا افغان هستن، هیکلی از یا افغان است، مغزی از یا شستشو شده. اینا در چارچوکات آجنداهای کشور پاکستان تنظیم شدن به خاطر تطبیق عمق استراتژیکی که پاکستان در قبال افغانستان داره، اونمو اهداف توسط اجا تطبیق میکنن. شاید اینا ندانن، شاید اینا نفهمن که با کی کار میکنیم. یعنی ما را به شکل مجنون ساختن که ما به عمو معشوقه خود نمیرسیم. در این طور یک مرحله ما قرار داریم. به این اساس ایجابی از این را میکنه که کلی افغان ها متحد بوده باشد، تمام مخالفین و موافقینی که در افغانستان هست نام خود افغان میدانه، بالاخره دلش به این خاک میسوزه، باید یعنی ظاهر و باطن یکی شوند، انگشت با زبان باید مخالف نباشند. به این شکل اینا حرکت کنند تا آهاد ملت افغانستان بدون از اینکه ابهامی در ذهنی از او خطور کرده باشه بفهمه که مسیر ما روشن است. به عقیده ما یگانه روشی که پاکستان از سر جایش میشانه تم شدن تمام خبره های افغانستان، دولت افغانستان و آگاهی دهی عامه و یک مسیر مشخص که ما باید مشکلاتی که داریم بدیل های پیدا کنیم، ما با پاکستان بشینیم درست گپ بزنیم. به این بغل کشی ها و به این روش هایی که به حساب یک شکلات برای ما بتا خنده کنیم و اگر نتا گریه کنیم، از این حالت باید برای سپاسگزار. آقای لیوال، با آغاز حکومت وحدت ملی ظاهرا امیدواری های شکل گرفت برای از اینکه رئیس جمهور حالا میفهمه که با کدام کشور بیشتر نزدیکی داشته باشه و چطور گروهی به نام طالب را بیاره پای میز مذاکره بشونه و اون یعنی پاکستان.
اما رفته رفته با باور بسیاری حال یک دلسردی ایجاد شده، حتی خود رئیس جمهور هم دیگه باورمند چی به چیز به نام گفتگوهای صلح نیست. امروز وقتی که رئیس جمهور از جنگ تحمیلی و استادگی گپ میزنه و از طرف دیگه میگه که هنوز هم هدف صلح را دنبال میکنه، از دید شما چی میخواید بگویید؟ آیا واقعا شما هم فکر میکنید که تعریف شو باید که دشمن کی است، طالب کیست، داعش کیست؟ آیا واقعا سردرگمی و ابهام ایجاد شده؟ من نه طول تا په سلامونو راځي لدی جنې شروع کوچی صلح او جنگ دواړه موازی دو ماموریتونه دي چې دواړه باید له قوي موقف څخه تر سره شي او غوته رسیدګي وشي. هدف دا دی چې په دواړو کې ستاسو برلاسی، موقف او دریز له تاسو سره مرسته کوي، هم په جګړه کې هم په صلح کې. دا د موقف او دریز ځواکمنتیا په دې پورې مربوطه ده چې موږ څومره د خپل نظام د جوړولو دپاره سره په یو خوله یو. هغه څه چې د پاکستان سره د سولې د خبرو اترو او یو شمېر طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په مسئلې پورې اړه لري، ولسمشر اشرف غني د خپل واک په لومړیو زماني موضوع کې یو مشخص زماني تقسیم اوقات وټاکه په موږ له پاکستان سره په خبرو اترو کې، او یو شمېر مشخص غوښتنه د افغانستان مطرح شوه، او یو شمېر مشخص غوښتنه د پاکستان مطرح شوه. هر څه واضح و او دا هم ویل شوي و چې دغه ټول شرطونه باید په یو مهالویش کې دننه ترسره شي. اوس داسې ښکاري چې دا کار ونه شو. موږ د ګاونډیو ترحم ته انتظار نه شو ایستلی. یو ماموریت و، یو پروسه وه د سولې د وروستیو امکاناتو د ارزولو دپاره. که بریالی شوه که نه شوه، بریالی دا په دې معنی نه ده چې موږ نور بدیلونه باید نفی کړو. د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا څخه، د افغانستان د خلکو له ژوند څخه د ساتنې بدیل همیشه لومړیتوب دی. د همدې دپاره اوس موږ یوازې هغه څه چې د طالب په نامه یادیږي له دې سره مخامخ نه یو. موږ د یوې نړیوالې اجندا سره مخامخ یو، موږ له نړیوال تروریزم سره مخامخ یو، او دا واضح خبره ده چې اوس خبره د دې سطح نه پورته ده، او موږ باید په همدې سطح کې آماده اوسو د جګړې او د سولې دواړو دپاره. ګوري امکان لري په د افغانستان د حکومت د مخالفینو په منځ کې یو شمېر داسې ډلې او جوړښتونه وي چې د سولې دپاره متمایل وي، له دوی سره ولې سوله ونه شي؟ اما په عین زمان کې هغه نړیوال حرکت چې غواړي افغانستان په هر صورت تر پښو لاندې کړي د نورو اهدافو دپاره، شاید د منځنۍ آسیا دپاره، د هغو سره مقاومت دا د افغانستان د حکومت او د نظام مسؤلیت دی. د همدې دپاره موږ په عین زمان کې که غواړو د جګړې د یوې برخې پوتنسیال راکم کړو، باید د سولې امکان او د سولې دروازه په یو اړخ کې خلاصه وي، اما په عین زمان کې د افغانستان نه د ساتلو وظیفه هم شته. زه غواړم فقط یو دوه خبرې وکړم. ښاغلي ارمند ویلي چې د ځینو یوازې هیکل افغاني دی. زه دا درته وایم چې یو لویه برخه هیکلونه هم افغاني نه دي. حتی تاسو د افغانستان په جګړه کې د منځنۍ آسیا ډلې وینئ، عربان وینئ، حتی اروپایان وینئ. دا په دې معنا ده چې موږ له یوې نړیوالې ترهګرې ډلې سره مخامخ یو، او د افغانستان خلک باید له دې نه څخه دفاع وکړي. هغه څه چې زه غواړم چې د جګړې او سولې په زمان کې ستاسو د موقف د قوت دپاره پکار دی، هغه یوازینی هغه امکان دی چې ټولې سیاسي ډلې، ټول اړخونه د همدغه نظام د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. ګوري که تاسو د قوي دښمنانو سره مخامخ یاستئ، هغوی جنګ کوي، او دلته له بده مرغه د ډله ییزو او شخصي ګټو دپاره موږ په خپله یا په ذهنیتونو کې، یا د رسنیو له لارې، یا په سیاسي اعمالو او د امتیاز غوښتنې دپاره د همدغه نظام چې سل ډوله مشکلات به لري، زه دا منم، یعنی هر ډول مشروعیت یا مشکل چې موږ نن پرې خبرې کوو هغه به وي، اما بالاخره بل بدیل نشته. همدا زموږ نظام دی.
زه وایم چې د ډله ایزو او شخصي ګټو او امتیازاتو په راکمولو سره که د نظام د پیاوړتیا هڅه وشي په حقیقت کې موږ هم د سولې په برخه کې او هم د جګړې په برخه کې د یو پیاوړي دریز او قوي موقف خاوندان کیږو او زه باور لرم چې په دواړو کې ګټلی شو. یک نکته را خیلی مختصر اگر اشاره کنم آقای لیوال، افراد زیاد هستن که میگن از این موقف قوی برای رفتن به طرف صلح و جنگ گپ میزنن و رئیس جمهور زمانی که از یک طرف میای از پوزش خواستن از طالبا گپ میزنه و از طرف دیگه از یک جنگ که شما برش برنامه جهانی نام میتن، شما رو به این باور هستن که تروریست هایی که به نام طالب هستن رئیس جمهور با اینی گفتایش میخواد برشون براحت؟ یک. دو، برخی ها به این باور هستند که اگر قرار بر این است که این برنامه برنامه جهانی باشه، یعنی جنگ کشانده شود به طرف آسیای مرکزی، تنها رئیس جمهور غنی سر جایش که چندین رئیس جمهور غنی دیگه هم باشه جلوش را گرفته نمیتونند. گوری دغش میر ده هم دغ خبری به مقابل که خپل مشخص طرح ورکی چه باید او کن؟ ده طرح باید معقوله وی؟ دا طرح باید ممکنه وي، دا طرح باید افغانستان له امکاناتو سره سمه وي، او که نه یې زه فکر کوم انتقاد کول ډېر اسانه دي. اوس موږ له یو داسې واحد مخالف سره نه یو مخامخ چې یو تصمیم دې ولري او یوه سیاسي اجنډا دې ولري. ما درته وویل یوه برخه نړیوال تروریزم دی، هغه سره سوله ناممکنه ده، اما یوه برخه داسې مخالفین دي چې جنګیږي اما سوله ورسره ممکنه ده. اما تروریست هستن؟ تروریست دی، تروریستان خو ګورئ د تروریست تعریف که چې کوئ ستاسو یو لویه برخه تروریستان هم د اوس په نظام کې دي. نه، به خاطر که حکومت افغانستان خیلی واضح تروریست تعریف میکنه. په تیرو دیرشو کلونو کې موږ همدغسې پیښې چې اوس روانې دي دمو تجربه کړې دي، اما د هغو پیښو مسببین اوس هم په نظام کې دي. یعنې زه فکر کوم چې تروریست سمه ده، هر هغه څوک چې طرح اچوي، ډار اچوي، خلک وژني، دا تروریست دی. اما تاسو ناچاره یاستئ د افغانستان د ثبات دپاره له یو شمېر هغو ډلو سره، هغو مخالفینو سره سوله وکړئ چې سوله ورسره ممکنه ده. یعنی هغه د دې مملکت بقا مني او وایي چې زه د دغه نظام سره سوله کوم. دا په حقیقت کې تاسو له خپل ځان سره مرسته کوئ. معنا دا ده چې د جګړې د ډېر لوی پوتنسیال یو برخه راکموئ او دا خپله په جګړه کې ستاسو برلاسي ښیي. نو د همدې دپاره زه فکر کوم له بده مرغه په افغانستان کې دا یوه خبره زه غواړم راکړم چې دغه دی، په ټولو هغو خلکو چې ټوپک لري که دا ومنو چې ټولو هغو خلکو چې په افغانستان کې ټوپک کارولی دی، ټولو هغه خلکو چې افغانان وژلي دي، که دا ټول تروریست وي بیا دا محاسبه لږه ډېره سخته ده. موږ باید لږه دا محاسبه لویه کړو. هر هغه چا چې ټوپک چلولی، هر هغه چا چې په یو سنګر کې یو افغان د بل افغان په وسیله وژلی دی، که په دې ټولو باندې د یوې قاعدې پر اساس د تروریست نوم کېدو، بیا لږه زموږ خبره سختېږي. خانم فرید، زمانی که گفته های آقای یارمند را میشنویم و گفته های آقای لیوال را، چند نکته ازش میگیریم. باورمندی آقای یارمندی است که ابهام و سردرگمی را باید حکومت افغانستان در مورد طالب و داعش دور بسازند. بیاید بگوید که طالب کیست، داعش کیست، با کی می جنگیم، با کی صلح میکنیم. یک. از طرف دیگه آقای لیوال میگن که اگر بحث تروریست گفتن باشه پس باید بیاین با شمار زیاد حسابی بکنیم. یعنی آنهایی که از افغان ها به عنوان ابزار برای جنگیدن در برابر همدیگهشان استفاده کردن، کلش را بیاییم با ایشان حساب بکنیم. و در کنار از اون میگن که وقتی که شما از جنگ و صلح گپ میزنین، این دو با همدیگر به یک خط موازی پیش میرن، پس موازی گیری که صورت میگیره برای تفکیک آنهایی را که به باور آقای لیوال شما را تروریست هم نام میدن، یک تقسیم بندی مناسب است. به نام خدا، عرض سلام خدمت شما و حاضرین بحث و مخاطبین شبکه تل نیوز. ببینین، به اساس حرف های جناب آقای لیوال و یارمل صاحب، یک اصل نباید فراموش بکنیم که دورنمای امنیت و صلح در افغانستان هست. این دورنما تابع دو اصل اساسی هست. اول اینکه ما محکوم هستیم به زندگی در همین جغرافیا، با همین مرزها و با همین همسایه ها.
مسئله دیگه ای هست که ما تابع تحولاتی هستیم که در منطقه و جهان هست و از این تحولات نمیتوانیم دامن خود رهایی ببخشیم. با گفته های جناب آقای یارمل یادم از یک روایت تاریخی آمد که خوب هست امشب یاد بکنم. وره در 1980 پاکستان به شدت زیر فشار جهانی قرار میگیره به خاطر فابریکه های تولید هروئین در مناطق مرزی و مناطق قبایلی، و این فشار انقدر زیاد میشه که ضیاءالحق به این نتیجه میرسه که باید کاری انجام بده. نتیجه این تصمیم همین هست که این فابریکه های تولید هروئین رو به افغانستان انتقال میده، به بدخشان انتقال میده، به زابل انتقال میده و به هلمند انتقال میده. امروز هم این قضیه اتفاق افتاده. پاکستان فابریکه تولید هروئین نداره، فابریکه تولید تروریست داره و کمپ های ترنینگ یا آموزش تروریست ها را داره، مدرسه های آموزش تروریست ها را داره، زیر فشار جهانی قرار داره، زیر فشار افکار عمومی خود قرار داره و این قضیه اتفاق میفته، صادر میکنه و انتقال میده این فابریکه ها را به افغانستان. و چه بهترین که شمال هم ناامن بشه و مناطقی باشه برای این که این تروریست ها از اون منطقه به افغانستان انتقال پیدا بکنه. دیگه ما امریکا رو داریم که بزرگترین متحد خارج ناتوی امریکا افغانستان هست طبق موافقت نامه امنیتی که ما با اونها داریم، و امروز امریکا بزرگترین حمایت کننده مالی، بزرگترین حمایت کننده نیروهای نظامی ما هست و ما با امریکا به عنوان یک میشه گفت که گاه از نگاه نظامی و سیاسی نگاه میکنیم. اما همین امریکا باید از خودی سوال بپرسیم، آیا امریکا پاکستان رو با افغانستان عوض میکنه یا نه؟ یعنی اولویت امریکا در منطقه پاکستان هست یا افغانستان؟ این سوال باید بپرسیم تا بریم به طرف این که ما باید چی بکنیم. یعنی اگر این سوال جواب پیدا نکنه برای افغانستان، ما نمیتوانیم بگیم که میتوانیم مشکل حل بکنیم. باز یک روایت تاریخی دیگه، وقتی که در 1982 پاکستان به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای هست و امریکا متوجه این قضیه میشه و اجنهای پاکستان میبینه که در سرتاسر جهان در حال جمع‌آوری معلومات هستن و حتی متوجه این میشه که از چین به عنوان رقیب ایالات متحده امریکا هم کمک میگیره پاکستان برای ساخت سلاح هسته‌ای. اما در یک یادداشت که امروز همگی ما میتونیم به او دسترسی پیدا بکنیم، در یک یادداشت وزیر خارجه وقت ایالات متحده آمریکا به نام جورج شولتز میگه که ما با وجود اینکه میدانیم که ضیاءالحق پیمان شکنی میکنه، با همین لفظ، با وجود اینکه میدانیم ضیاءالحق پیمان شکنی میکنه، اما به دلیل اینکه پاکستان حمایت کننده گروه های چریکی اسلامی بر علیه جنگ علیه اتحاد جمهوری شوروی هست، ما به اساس سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا هر نوع مساعدت را نمیتونیم از پاکستان پس بگیریم. ما باید سلسله مساعدت های خود با پاکستان داشته باشیم. خب حالا چه چیزی تغییر کرده؟ هیچ چیزی تغییر نکرده، وضعیت به همون شکل هست. گروه های تندراور پاکستان حمایت میکنه، رقیب ایالات متحده آمریکا در یک شکل دیگه به یک نام دیگه که روسیه هست در منطقه حضور داره و پاکستان حال سلاح هسته‌ای هم داره اما همین حال پیمان شکنی هم با امریکا نمیکنه. چرا ایالات متحده امریکا افغانستان رو اولویت بده به پاکستان؟ افغانستانی که حتی توان برگزاری یک انتخابات درست هم نداره، افغانستانی که امروز گرفتن امنیت بر از بزرگترین چالش هست، این کشور چرا برتری بده به پاکستان؟ خب به اساس این قضیه ما باید بریم به طرف این که چه میکنیم و باید چه قدم هایی برداشته بشه. صلح با طالب به دلیل اینکه طالب به اساس روانشناسی قدرت حال تبدیل شده به یک گروهی که تاثیرگذاری خود از دست داده. حال طالب سال 2005 و 2004 و 2003 نیست. این طالب اصلا به اساس روانشناسی قدرت شما نمیتونین به یک گروهی که ماندگاری قدرت از دست داده تاثیرگذار بگین. این گروه تاثیر خود از دست داده. یک عده میگن یک مهره سوخته تبدیل شده. این گروه حاضر به صلح هم هست، صلح هم شاید بکنه، فکر میکنیم امکان داره، خوشبینی ها وجود داره، صلح هم میکنه، اما جنگ در افغانستان ختم نمیشه، ناامنی ها ادامه خواهد یافت به دلیل اینکه ما کشوری هستیم که همین حال تروریست به ما صادر شده، دروازه ورود
ورود تهدید به شمال افغانستان و آسیای میانه هستیم و این خودش میتونه افغانستان و مخصوصا شمال افغانستان به یک منطقه که از نگاه ناامنی ماندگارتر هست تبدیل بکنه. بله سپاسگزارم. حالا آقای مدوی اگر جمع بکنیم بخش صحبت ها را، یک باورمندی که آقای لیوال بر اشاره میکنن که اگر میتونن زیر نام گفتگوهای صلح بخشی از افرادی که میجنگند را بیارن در قالب گفتگوهای صلح، این میتونه برای تامین ثبات در افغانستان کمک بکنه. اما آقای یارمن دیدشان این است که زمانی که در مورد جنگ و صلح میگن بیاین اول طالب و داعش را تعریف بکنن، ابهامات را دور بسازن. و خانم فرید هم اشاره میکنن که بخشی از برنامه‌ای که شما به نام جنگ موجود در افغانستان یاد میکنن دیگه تاریخ طالب را گذشته نشان میده و حال گروه‌های دیگه‌ای است که منافع غرب در واقع ایجاب میکنه برای آسیای مرکزی. با این اضافه که ما امروز از آسیای مرکزی در واقع آمدم که نماینده های زیاد کشورها در یکی از نشست های جهانی اونجا حضور داشتن، سطح آگاهی و دیدشان نسبت به دشمنی که مسیرش افغانستان هست واقعا خیلی خیلی پایین است. یعنی اصلا دید وجود نداره که ممکن یک مسیر باشه برای یک گروه های تروریستی که بیاین در آسیای مرکزی روسیه، چین و اروپا و کشورهای مختلف دیگه را تهدید بکنن. ای به معنی چه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز دوستان. من میخواییم که به چند پیشفرض حداقل اونچه در فهم من میگنجه اشاره بکنم و بعد بپردازم به پرسش شما. چرا به تعریف جناب یارمن صاحب که یک استراتژی واحد بحث وجود داره، همه جا استراتژی واحد امنیتی نظامی سیاست خارجی همه موضوعات، اما واقعیت ما نباید فراموش کنیم که افغانستان چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ امنیتی در و چه به لحاظ اقتصادی در موقعیتی نیست که بتونه یک پالیسی بسیار مدون منظم فکس ثابت تابع سیاست ها و اولویات های خود تعریف بکنه. ما نباید فراموش کنیم که مجموعه تحولات سیاسی در افغانستان به شدت متاثر از حضور تعدد بازیگران منطقی و جهانی است. ما نباید فراموش کنیم افغانستان در حوزه اتصال سه حوزه بسیار استراتژیک جهانی است: خاورمیانه، شبه قاره هند و آسیای میانه. و تمام بازی هایی که قدرت های منطقی و جهانی در این سه حوزه کلان جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی و امنیتی انجام میتن، تاثیر خودش مستقیم سر اوضاع داخلی افغانستان میگذاره. مسئله دیگه وابستگی اقتصادی است. ما هنوز نتونستیم که به حدی از توسعه یافتگی اقتصادی دست پیدا بکنیم که بتونیم حوزه اقتصادی خود متناسب با نیازها و متناسب با فرصت‌هایی که موجود هست تنظیم بکنیم. ما اگر یک مشاید خارجی ها پیسی ما در روز 12 میلیون دلار تنها آمریکا میده به قوای امنیتی ما، اگر یک روز قطع شد و امروز روز قوای امنیتی ما خلاص است. مجموعی وضعیت و ای که متاسفانه اتاق فرمان بسیاری از بازیگران عرصه سیاست داخلی افغانستان در بیرون از افغانستان حضور دارد. با این پیچیدگی ها، با این وضعیت نمیتونه حکومت افغانستان یک پالیسی یک دست داشته باشه. اولویت ها دائم در حال تغییر و در حال نوسان است. قضیه یمن پیش می اولویت های سیاست خارجی کشورهای منطقه تغییر میکنه، قضیه اوکراین پیش می تغییر میکنه، قضیه مذاکرات هستی ایران همراه آمریکا مناسبات تغییر میکنه، پاکستان با یمن تغییر میکنه، تمام این موضوعات تاثیر مستقیم خودش سر افغانستان میگذاره. یک موضوع. به این دلیل ما نمیتونیم یک تعریف بسیار واضح فیکس و لایتغیر از استراتژی از دوست از دشمنی را بکنیم. این به فکر میکنم که تقصیر حکومت افغانستان نیست، تقصیر او جبر تاریخی است که به لحاظ اقتصادی و سیاسی متاسفانه ملت افغانستان گرفتار از اوست. بحثی بعدی است که هنوز هم گفتن بشه که طالبان یک مجموعه یک دست و واحد نیست. طالبان رهبری واحد نداره. طالبان یک مجموعه نیست که ما بیاییم با یک رهبری از او با هیئت دیپلماسی صحبت بکنیم. طالبان امروز به 3-4 دسته تقسیم شده: مافیای مواد مخدر، مافیای اقتصادی، ناراضیانی از حکومت، کسانی که از حکومت اختمند است، از عملکردهای حکومت.
یک بخش مستقیم تحت تاثیر عیسی است، یک بخش هنوز یک سلسله باورهای ایدئولوژیک نسبت به حضور خارجی گپا داره، یک مجموعه بسیار متکثر است. شما یک جریان سیاسی که در داخل حکومت رسمیت داره میبینید، سه چهار تیم جریان در داخل از او است. طالبان وضعیتش به مراتب آشفته تر است. من فکر میکنم که نباید با واژه طالبان، او طالبانی که امروز بسیار تغییر کرده در دیدگاهش، در می جلسه قطر دوستا صحبت کردن، طالبان بحث مشارکت زنان را در سیاست، مشارکت زنان را در ساختار اداری، طالبان بحث تعلیم زنان، بحث مشارکت اقوام، آزادی های سیاسی، تمام اینها را طالبان امروز میپذیره. او بخش از طالبانی که در قطر بوده و بسیار علاقمند تداوم مذاکرات صلح گپا بوده. فراموش نکنیم یک بخش به نام طالب امروز بیرق داعش بالا کرده و اونا تحت تاثیر پلان های آیسای قرار داره. آیسای میخواد که داعش را آیسای ایجاد نکرده، اما کنترل داعشی که امروز در افغانستان در حال جلب جذب است و در حال قدرتمند شدن است، در میتونه در صلح او جنگ دواره موازی دو ماموریتونه دی چه دواره باید لقوی موقف څخه تر سره شي او غوته رسیدگی وشي. هدف دا دی چې په دواړو کې ستاسو برلاسی، موقف او دریز له تاسو سره مرسته کوي، هم په جګړه کې هم په سوله کې. دا د موقف او دریز ځواکمنتیا په دې پورې مربوطه ده چې موږ څومره د خپل نظام د جوړولو دپاره سره په یو خوله یو. هغه څه چې د پاکستان سره د سولې د خبرو اترو او یو شمېر طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په مسالې پورې اړه لري، ولسمشر اشرف غني د خپل واک په لومړیو زماني مودو کې یو مشخص زماني تقسیم اوقات وټاکه په هغه له پاکستان سره په خبرو اترو کې، او یو شمېر مشخص غوښتنې د افغانستان مطرح شوې، او یو شمېر مشخص غوښتنې د پاکستان مطرح شوې. هر څه واضح و، او دا هم ویل شوي و چې دغه ټول شرطونه باید په یو مهالویش کې دننه ترسره شي. اوس داسې ښکاري چې دا کار ونه شو. موږ د ګاونډیو ترحم ته انتظار نه شو ایستلی. یو ماموریت و، یو پروسه وه د سولې د وروستیو امکاناتو د ارزولو دپاره. که بریالی شوه که نه شوه، بریالی دا په دې معنی نه ده چې موږ نور بدیلونه باید نفی کړو. د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا څخه، د افغانستان د خلکو له ژوند څخه د ساتنې بدیل همیشه لومړیتوب دی. د همدې دپاره اوس موږ یوازې هغه څه چې د طالب په نامه یادیږي له دې سره مخامخ نه یو. موږ د یوې نړیوالې اجنډا سره مخامخ یو، موږ له نړیوال تروریزم سره مخامخ یو، او دا واضح خبره ده چې اوس خبره د دې سطح نه پورته ده، او موږ باید په همدې سطح کې آماده اوسو د جګړې او د سولې دواړو دپاره. ګورې امکان لري په د افغانستان د حکومت د مخالفینو په منځ کې یو شمېر داسې ډلې او جوړښتونه وي چې د سولې دپاره متمایل وي، له دوی سره ولې سوله ونه شي؟ اما په عین زمان کې هغه نړیوال حرکت چې غواړي افغانستان په هر صورت تر پښو لاندې کړي د نورو اهدافو دپاره، شاید د منځنۍ آسیا دپاره، د هغو سره مقاومت دا د افغانستان د حکومت او د نظام مسؤلیت دی. د همدې دپاره موږ په عین زمان کې که غواړو د جګړې د یوې برخې پوتنسیال راکم کړو، باید د سولې امکان او د سولې دروازه په یو اړخ کې خلاصه وي، اما په عین زمان کې د افغانستان نه د ساتلو وظیفه هم شته. زه غواړم فقط یو دوه خبرې وکړم. ښاغلي ارمند ویلي چې د ځینو یوازې هیکل افغاني دی. زه دا درته وایم چې یو لویه برخه هیکلونه هم افغاني نه دي. حتی تاسو د افغانستان په جګړه کې د منځنۍ آسیا ډلې وینئ، عربان وینئ، حتی اروپایان وینئ. دا په دې معنی ده چې موږ له یوې نړیوالې ترهګرې ډلې سره مخامخ یو، او د افغانستان خلک باید له دې نه څخه دفاع وکړي. هغه څه چې زه غواړم چې د جګړې او سولې په زمان کې ستاسو د موقف د قوت دپاره پکار دی، هغه یوازینی هغه امکان دی چې ټولې سیاسي ډلې، ټول اړخونه د همدغه نظام د پیاوړتیا دپاره هڅې وکړي.
ګوري که تاسو د قوي دښمنانو سره مخامخ یاسي او غوي جنگ کوي او دلته لبد مرغه د ډلېزو او شخصي ګټو ته پاره مونږ په خپل یا په ذهنیتونو کې یا د رسنیو لاره یا په سیاسي اعمالو او د امتیاز غوښتنه ده پاره د همدغه نظام چې سل ډول مشکلات بلري زه دا منم یعنی هر ډول مشروعیت یا مشکل چې مونږ نن په خبرې کې وغه بې اما بل اخر بل بدیل نشته همدا زموږ نظام ده زه وایم چې د ډلې ایزو او شخصي ګټو او امتیازاتو په راکمولو سره که د نظام د پیاوړتیا هڅه وشي په حقیقت کې مونږ هم د سولې په برخه کې او هم د جګړې په برخه کې د یو پیاوړي دریز او قوي موقف خاوندان کیږو او زه باور لرم چې په دواړو کې ګټلای شو یک نکته را خیلی مختصر اگر اشاره کنم آقای لیوال افراد زیاد هستن که میگن از این موقف قوی برای رفتن به طرف صلح و جنگ کپ میزنن و رئیس جمهور زمانی که از یک طرف میای از پوزش خواستن از طالبا گپ میزنه و از طرف دیگه از یک جنگ که شما برش برنامه جهانی نام میتن شما رو به این باور هستن که تروریست هایی که به نام طالب هستن رئیس جمهور با اینی گفتایش میخواه برشان براحت یک دو برخی ها به این باور هستند که اگر قرار بر این است که این برنامه برنامه جهانی باشه یعنی جنگ کشانده شده به طرف آسیای مرکزی تنها رئیس جمهور غنی سر جایش که چندین رئیس جمهور غنی دیگه هم باشه جلوش را گرفته نمیتونه گوری دغشمیر ده هم دغ خبر به مقابل که خپل مشخص طرح ورکی چه باید او کن؟ ده طرح باید معقوله وی؟ دا طرح باید ممکنه وي دا طرح باید افغانستان له امکاناتو سره سمه وي او که نه یي زه فکر کوم انتقاد کول ډېر اسانه دي اوس موږ له یو داسې واحد مخالف سره نه یو مخامخ چې یو تصمیم دې ولري او یوه سیاسي اجنډا دې ولري ما درته وویل یوه برخه نړیوال تروریزم دی هغه سره سوله ناممکنه ده اما یو برخه داسې مخالفین دي چې جنګیږي اما سوله ورسره ممکنه ده اما تروریست هستن تروریست دی تروریستان خو ګورئ د تروریست تعریف که چې کوئ ستاسو یو لویه برخه تروریستان همدا اوس په نظام کې دي نه بخاطر که حکومت افغانستان خیلی واضح تروریست تعریف په تیرو دیرشو کلونو کې موږ همدغسې پیښې چې اوس روانې دي دا مو تجربه کړې دي اما د هغو پیښو مسببین اوس هم په نظام کې دي یعنې زه فکر کوم چې تروریست سمه ده هر هغه څوک چې طرح چي داره چي خلق وجني ده تروريست دي اما تاسو ناچاره يسته د افغانستان د ثبات لپاره له یو شمېر هغو ډلو سره هغو مخالفینو سره سوله وکړي چې سوله سره ممکنه ده یعنی هغه د دې مملکت بقا مني او وایي چې زه د دغه نظام سره سوله کوم دا په حقیقت کې تاسو له خپل ځان سره مرسته کوي معنا دا ده چې د جګړې د ډېر لوی پوتنسیال یو برخه راکموي او دا خپل په جګړه کې ستاسو برلاسي کوي نو د همدې لپاره زه فکر کوم لبه د مرغ په افغانستان کې دا یو خبره زه غواړم ناکجا آباد است در نهایت مرز میان طالب و داعش کجاست سلام و وقت بخیر بیننده بر روایت دیگر از سولو نیوز و طلو با من مسلم شیرزاد هستید. خانم ناید فرید عضو مجلس نمایندگان، آقایان غفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای، جعفر مهدوی استاد دانشگاه، میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت امور داخله با ما هستند. مهمانان گرانقدر خیلی زیاد خوش آمدید. آقای یارمند با شما آغاز میکنم. رئیس جمهور میگه که در برابر جنگ تحمیلی میسته. چی میخواد بگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با درود خدمت شما و مهمانان گرامی شما و بیننده های عزیز شما خدمت عرض شود که اگر رئیس جمهور در برابر جنگ تحمیلی میسته که باید هم بیسته باید تعاریف دقیقی از دشمن ارائه کنه که موقفش در برابر طالب چیست در برابر داعش چیست تا ای که ابهاماتی که در کشور به وجود آمده ای ابهامات از بین برود در بعضی از سخنهایش که در گذشته گفته بود خب گفته بود که باید از طالبا پوزش خواسته شود
و همین ترتیب سفرهایی که به پاکستان کردن مطمئن به این شدیم که خب پاکستان حتما در جهت تامین صلح همکاری میکنه. بالاخره نتیجه منفی گرفتیم. این مسائل در مجموع یک نوع بی‌باوری را ایجاد کرده. نظر من این است که در قبال این مسئله رئیس جمهور باید یک تعریف بسیار مدون تحریری همچنان در مطبوعات در رسانه ها نشر شود که ما به کجا می رویم. دمدمی مزاجانه ما در 13 سال حرکت کردیم. یک روز که پاکستانی ها می آمدن امرای ما بسیار با خنده بغل کشی می کردن یا ما را دعوت می کردن. در اوج وقت تشریفات برای ما تقدیم می شد و اما تشریفات توأم با اغراق و غلو در اوج صورت می گرفت. ما فکر می کردیم که خب حالا همه چیز حل شده. پاکستان کشوری بسیار عاقل است، بسیار هوشیار است، بسیار زرنگ است. او از اما بعد به تأسیسش تا به اکنون در چوکات یک استراتژی مشخص توأم با عقلانیت که چگونه ما را پارچه پارچه کنه تا ای که به ما دست بیافه، چگونه ما را از لحاظ تفکر مضروب و افگار بسازه که او بتانه در بین سیاسیون ما رخ نکنه، چگونه به باوری ها ایجاد کنه، یکی را تعریف پشتون بکنه، یکی را تاجک بکنه، یکی را هزاره بکنه، یکی را ازبک و خزلباش و ایماق و فلان و چنان که در بین ما تفرق ایجاد کنه، چگونه بتانه 22 ملا برای ما در مدارس خود 22 نو ملا تربیه بکنه، چگونه بتانه تعداد احزاب افغانستان 100 و چند حزب بسازه، چگونه روزنامه های ما را برخیم روزنامه ها را مدیریت بکنه، چگونه ذهن تجار ما را به طرف خود تغییر بده، چگونه ذهن جامعه مدنی ما را به طرف خود تغییر بده. افغانستان در گیرودار صلح طالب و جنگ داعش. در این روزها خبر از جنگ و صلح بیشتر به گوش می رسد. صلح ظاهرا دست نیافتنی تر و جنگ پایان نیافتنی تر. اما حکومت رئیس جمهور غنی هر دو را محک می زند. هم به قدسیت صلح باورمند و هم به ایستادگی و جنگیدن. نبردی که به باور رئیس جمهور در برابر جنگ تحمیلی همچنان ادامه خواهد داشت. جنگ بر افغانستان تحمیل شده و مردم افغانستان و دولت افغانستان مصمم هستیم که هیچ وقت به جنگ تحمیل شده تسلیم نشیم. جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب میدیم بدون از اینکه آرزوی مقدس صلح را فراموش کنیم. اما گپ زدن در مورد جنگ و صلح منتقدان از شمال تا جنوب دارد. صلحی که رئیس جمهور از ادامهش میگوید، فرمانده پلیسش از معامله اش سخن میزند و هشدار همین که به نام صلح در قطر و امارات ما را به پنجابی ها نفروشید. کمردی آتان خیم تو پرزده از که در آزم بوده از نو زانان از ردید مدر آباش دوانان دید او که چی ریس نید که وارد پاک تک ساده که بلور کمارات ساده که مرد از سور ریش در آنستان پا کامتی او از مرد آتان در پرکدوی در مرد پر در زر ریشاره ده. در جنوب گفتگوی صلح انتقاد می شود و در شمال پیش برد جنگ. پیام عطا محمد نور همین که اگر توجه به جنگ شمال نشد بسیج مردمی شکل خواهد داد. اگر توجه جدی واقعا توجه جدی کردن خوب در غیر ما مجبور استم که از مردم خود دفاع بکنم، از درزشای خود دفاع بکنم و با مردم خود یک جای بسیج مردمی دفاع خودی دفاع مردمی را راه خواهد انداختم و این نیاز است و این ضرورت است. حیات ما حیات فرزندم، حیات ملتم، حیات فرزند ملتم، حیات خانوی ملت، زن مرد، زن و مرد ملت این از ما میخواه که ما در برابر این حرکت که با سرعت در روان است و در جریان است در برابرش ایستادگی کنیم و خونسش بکنیم.
در کنار گمانزنی های جنگ و صلح افغانستان پاسداران همچنان به نبرد میپردازند. جنگ کهنه و دشمن نو به نام داعش. اولین برخورد در دشمن در نمی درک دارد. در نمی درک در این دره بیاری پروردگار این بچه های اردوی ملی و پلیس ایتی اگر کم زدن کردن ایده که مثل که پشک در روی خانه راکم شود. با نگاه به وضعیت موجود ظاهراً نه به پایان نتیجه صلح میتوان دل بست و نه هم به پایان جنگ. چند پرسش: جنگ تحمیلی که رئیس جمهور از آن سخن میزند در کجا و توسط چه کسانی رهبری میشه؟ آیا مسیر حرکت جنگ و صلح حکومت افغانستان متوجه چگونه؟ بالاخره از ذهن دولت مردا و کابینه ما را به نفع خود تغییر بده که ما خداگاه یا ناخداگاه باید منفعت پاکستان در حرف و عمل و گفتار و کردار و پندار خود تضمین کرده باشیم و اینمی شکل ما را دچار یک حالتی آورده که ما باید در این مرحله تعریف دقیق داشته باشیم که ما به کجا می رویم. آقای یارمند، گهگاه میشه که کسای شفاف هم اگر صحبت نکنن چیزای از گپایشون برداشت کرد، به ویژه افراد مثل شما که سالهای سال در بخش نظامی وزارت داخله کار کردن. رئیس جمهور وقتی که از جنگ تحمیلی گپ میزنه، یعنی جنگ تحمیلی از طرف چه کسی، کدام گروه عاملی تحمیل هستن، چی میخواه بگه؟ ببینید، جنگ تحمیلی خب اینمی جنگ نیابتی است. واضح است که از طرف پاکستان اینمی برنامه بسیار منظم تطبیق شده روان است. ما با صراحت میگم که طالب و داعش اینا افغان نیست. اگر اینا افغان هستن، هیکلی از یا افغان است، مغزی از یا شستشو شده. اینا در چارچوکات آجنداهای کشور پاکستان تنظیم شدن به خاطر تطبیق عمق استراتژیکی که پاکستان در قبال افغانستان داره، اونمو اهداف توسط اینجا تطبیق میکنن. شاید اینا ندانن، شاید اینا نفهمند که با کی کار میکنیم. یعنی ما را به شکل مجنون ساختند که ما به عمو معشوقه خود نمیرسیم. در اینطور یک مرحله ما قرار داریم. به این اساس ایجابی از این را میکنه که کلی افغان ها متحد بوده باشد، تمام مخالفین و موافقینی که در افغانستان هست نام خود افغان میدانه، بالاخره دلش به این خاک میسوزه، باید یعنی ظاهر و باطن یکی شوند، انگشت با زبان باید مخالف نباشند. به این شکل اینا حرکت کنند تا آهاد ملت افغانستان بدون از اینکه ابهامی در ذهنی از او خطور کرده باشه بفهمه که مسیر ما روشن است. به عقیده ما یگانه روشی که پاکستان از سر جایش میشانه تم شدن تمام خبره های افغانستان، دولت افغانستان و آگاهی دهی عامه و یک مسیر مشخص که ما باید مشکلاتی که داریم بدیل های پیدا کنیم، ما با پاکستان بشینیم درست گپ بزنیم. به این بغل کشی ها و به این روش هایی که به حساب یک شکلات برای ما بتا خنده کنیم و اگر نتا گریه کنیم، از این حالت باید برای سپاسگزار. آقای لیوال، با آغاز حکومت وحدت ملی ظاهرا امیدواری های شکل گرفت برای از اینکه رئیس جمهور حالا میفهمه که با کدام کشور بیشتر نزدیکی داشته باشه و چطور گروهی به نام طالب را بیاره پای میز مذاکره بشونه و اون یعنی پاکستان. اما رفته رفته با باور بسیاری حال یک دلسردی ایجاد شده، حتی خود رئیس جمهور هم دیگه باورمند چی به چیزی به نام گفتگوهای صلح نیست. امروز وقتی که رئیس جمهور از جنگ تحمیلی و استادگی گپ میزنه و از طرف دیگه میگه که هنوز هم هدف صلح را دنبال میکنه، از دید شما چی میخواد بگه؟ آیا واقعا شما هم فکر میکنین که تعریف شو باید که دشمن کی است، طالب کیست، داعش کیست؟ آیا واقعا سردرگمی و ابهام ایجاد شده؟ من نه طول تو پسلامونو رازی لدی جن شروع کو چی